در ادامه بررسی تب‌های مختلف نرم افزار پاورپوینت می‌رسیم به تب خیلی پرکاربرد و جذاب ترانزیشن. افکت هایی که تو بخش ترانزیشن وجود داره و همچنین تنظیماتی که تو این قسمت هست به ما کمک میکنه که وقتی ما میخواییم از یه اسلاید به اسلاید بعدی بریم، این جا به جایی با یک افکت انجام بشه. حالا که این افکت چی باشه و حالا چه تنظیماتی رو ما میتونیم انجام بدیم تو تب ترانزیشن وجود داره. وقتی که شما یه ترانزیشنی رو به اسلایدتون میدین و ترانزیشن فعال میشه، به کمک دکمه پریویو میتونید کار خودتون رو ببینید و ببینید که خب حالا این افکتی که به اسلایدتون دادین چطوری هست. الان این دکمه غیر فعاله به خاطر اینکه تو ترانزیشن ما گزینه مان رو انتخاب کردیم، ولی وقتی که شما این منوی ترانزیشن رو باز میکنید میتونید نوعهای مختلف افکت هایی که اینجا آماده هست و پاورپوینت در اختیارتون قرار داده رو ببینید و هر کدوم را که دوست داشتید میتونید انتخاب کنید تا این جا به جایی بین اسلاید اول و دوم با اون افکتی که شما انتخاب کردین انجام بشه. الان من مثلا اسلاید دو که ترانزیشن بهش شدم و انتخاب میکنم، میبینید چون این اسلاید ترانزیشن داره به خاطر همین دکمه پریویو اینجا فعال شد و وقتی که من روی دکمه پریویو میزنم میتونم ترانزیشنی که انتخاب کردم رو ببینم. کنار اسلاید می‌بینید که یک ستاره اینجا نمایش داده شد. هر اسلایدی که ترانزیشن داشته باشه و با ترانزیشن بخواد این جا به جایی رو انجام بده، کنارش یه علامت ستاره میاد که نشون میده که این اسلاید الان ترانزیشن داره. الان اسلاید یک که ترانزیشنش رو مقدار نان هست، می‌بینید این ستاره کنارش هم وجود نداره. اما گزینه‌های مختلف اینجا هست، ترانزیشن‌های مختلف. که یکی از معروف‌ترین ترانزیشن‌هایی که به ورژن 2019 پاورپوینت اضافه شد، ترانزیشن مورف هست که البته من در ادامه به صورت مفصل در مورد ترانزیشن مورف صحبت می‌کنم، ولی الان می‌خوام در مورد حالا ترانزیشن‌های دیگه صحبت بکنم. دوستان افکت‌های مختلف اینجا هست، ولی خب تو استفاده از ترانزیشن هم نباید زیاد روی کرد. نباید کلاً باعث بشیم که همه توجه و حواس مخاطب بره به ترانزیشن‌ها و از محتوامون غافل بشن. معمولا من از ترانزیشن ها بیشتر وقتی که میخوام یه موشن گرافیکی با پاورپوینت بسازم، بیشتر تو اونجا تو ساخت موشن گرافیک از ترانزیشن استفاده میکنم. ولی اگر میخوام تو اسلاید های ارائه ام مثلا بیام و از ترانزیشن استفاده کنم، نمیام از همچین ترانزیشن های این شکلی یا حتی اینطوری. حتی من اینها رو توی موشن گرافیک ساختم با پاورپوینت هم استفاده نمیکنم یا همچین ترانزیشن هایی. یعنی اینها واقعا یه سری ترانزیشن هایی هستن که به نظر از یه جذاب نیستن، یا همچین ترانزیشن های اینطوری نمیتونه زیاد برای مخاطبتون جذاب باشه، یا مثلا یه همچین ترانزیشن های به این شکل پر شدت و پر افکت فقط توجه مخاطب رو از محتوای اصلی شما دور میکنه. پس حواستون باشه که ترانزیشنی که انتخاب میکنید در راستای رسوندن مفهوم و پیامتون به مخاطب باشه و زیاده روی هم نکنید. هر ترانزیشن، هر افکتی که اینجا انتخاب میشه، یه گزینه افکت آپشن هم در اینجا وجود داره که بسته به اون افکتی که انتخاب کردید، حالتهای دیگه اون ترانزیشن رو میتونید تو قسمت افکت آپشن ببینید. مثلا الان من این حالت رو که انتخاب کردم، نگاه کنید، میتونم تو قسمت افکت آپشن انتخاب کنم که این ترانزیشن از سمت راست بیاد یا از سمت چپ. به این صورت میتونید حالا برای یک ترانزیشن هم تنوع‌های زیادی رو ایجاد کنید. بسته به هر افکتی که انتخاب می‌کنید، گزینه افکت آپشن براش فرق می‌کنه. الان این حالت مثلا شطرنجی یا حالت عمودی داره یا حالت افقی که شما می‌تونید گزینه‌های مختلف رو بهش بدین و ازش استفاده کنید. به این صورت، یا این حالت چرخش و مربع رو می‌بینید تو جهت‌های مختلف که می‌خواید مربع بچرخه، الان گزینه‌ها به 4 تا افزایش پیدا کرد. بالا، پایین، چپ، راست. دیگه حالا هر کدومو که بخواید انتخاب کنید، اینجا گزینه هاش رو میتونید تو قسمت افکت آپشن تغییر بدین و به افکت های بیشتری برسید. اما تو قسمت تایمینگ هم شما میتونید زمان این ترانزیشن ها، اجرا شدن ترانزیشن ها رو مدیریت بکنید. الان من این ترانزیشنی که انتخاب کردم و حالا این تنظیماتی که اینجا انجام دادم رو، اگر گزینه اپلای تو اول رو بزنم، این افکت به همه اسلاید ها منتقل میشه. میبینید الان همه اسلاید ها کنارش علامت ستاره اومد، که اگر من بخوام اجرا کنم، میبینید همه اسلاید ها با یه حالت ترانزیشن اجرا میشه، با همون ترانزیشنی که من
برای اسلاید اول تنظیم کردم. همه به این صورت میاد. میبینید وقتی گزینه اپلای تو آل رو بزنید این اتفاق میفته. خب من الان کنترل زد میزنم که به حالت اولیه برگردیم. بعد شما میتونید اینجا مشخص کنید تو قسمت ساوند که این عمل رفتن از یک اسلاید به اسلاید بعدی آیا با صدا انجام بشه یا نه، که به صورت پیش‌فرض روی نو ساوند هست. ولی خب شما میتونید از بین این صداهای پیش‌فرضی که پاورپوینت براتون قرار داده استفاده کنید، یا آدر ساوند رو بزنید و اگر ساوندی تو کامپیوترتون ذخیره هست بیاین و انتخاب کنید و حالا برای ترانزیشنتون استفاده کنید. که من معمولا مخصوصا حالا تو اسلایدهای ارائه زیاد پیشنهاد نمی‌کنم که از این گزینه استفاده کنید، مگر اینکه حالا بخوایم موشن گرافیک رو پاورپوینت بسازیم، که البته برای اون حالت هم معمولا هم موزیک بک‌گراند استفاده می‌کنیم. و یعنی حالا باز بسته به اینجا داره که پیامتون چیه، شاید حالا بعضی جاها استفاده بشه و این امکان در اختیارتون هست. گزینه لوپ آنتیل نکست ساوند هم اگر فعال باشه، اگر مثلا اسلاید بعدیتون رو هم ترانزیشنش رو با ساوند تنظیم کنید که تغییر کنه و گزینه لوپ آنتیل نکست ساوند رو کلیک کنید، این صدای شما مدام تکرار میشه تا به ساوند بعدی برسه، یعنی دقیقاً وارد یه لوپ میشه. و بعد به کمک گزینه دیوریشن هم میتونید تنظیم کنید که ترانزیشن شما تو چه مدت زمانی انجام بشه، خیلی سریع انجام بشه مثلا تو 75 صدم ثانیه یا نه خیلی کند انجام بشه، مثلا عددش شما میذارم تقریبا روی 9. میبینید خیلی کند این عمل انتقال از یه اسلاید به اسلاید بعدی انجام شد، ترانزیشن رو خیلی کند کرد. و بسته به این زمانی داره که شما تو قسمت دیوریشن تنظیم میکنید. و بعد تو قسمت ادوانس اسلاید هم میتونید تنظیم کنید که از این اسلاید به اسلاید بعدی با کلیک موس بره یا نه، اگر افتر رو فعال کنید بعد از یه زمانی حرکت کنه و به اسلاید بعدی بره. که من باز وقتی که میخوام اسلایدهای ارائه بسازم دیگه گزینه افتر رو برمیدارم و میذارم روی موس کلیک بمونه، ولی وقتی که میخوام موشن گرافیک با پاورپوینت بسازم و آخر سر ازش خروجی ویدیو بگیرم، حتما یکی از مهمترین گزینه ها این هستش که میام تیک گزینه ماوس کلیک رو برمیدارم و قسمت افتر رو فعال میکنم. و حالا بسته به محتوایی که تو هر اسلاید هست، حالا ممکنه فرق کنه، یه اسلاید 5 ثانیه 4 ثانیه، بسته به اون مقدار زمان هستش که میبره تا محتوای اون اسلاید نمایش داده بشه، گزینه افتر رو تنظیم میکنم. که اینجا مثلا الان اینجا تنظیم کردم بعد از 5 ثانیه این ترانزیشن اتفاق بیفته، که اینجا میتونید به ثانیه این گزینه ها رو تغییر بدین. این گزینه اول دو تا صفر اول از سمت راست صدم ثانیه است، این دو تا صفر وسط ثانیه رو مشخص میکنه و دو تا صفر سمت چپ هم به دقیقه هست، که دیگه حالا معمولا رو همین ثانیه بیشتر کار میشه.